همزبان، هموطن، گور بابا. دو نسل متفاوت از بازیگران ایرانی که حالا خارج از ایران در یک نمایش همبازی شدند. در ادامه اجراهای نمایش یک رویای خصوصی در شهرهای مختلف، بهروز وثیقی بازیگر ناماشنای سینمای پیش از انقلاب، گلشیفته فراهانی بازیگر سینمای پس از انقلاب ایران و سوسن فرخنیا هنرپیشه تئاتر و کارگردان در شهر بن آلمان به روی صحنه رفتند. نمایشنامه این نمایش نوشته ایرج جنتی عطایی، ترانه سرا و نمایش نویس ایرانی است. سولدات و سولوی حضرت استاد تو پارک شهر، روی شلوغی نیمکت تو دانشگاه، دم تنهایی ساعت نخواست. والا من، برای من اصلا این کار دلیل اینکه پذیرفتم و قبول کردم این کارو بکنم مثلا همین بود، این بود که در واقع یه دینی از طرف نسل خودم ادا بکنم به نسل آقای وثوقی و خود شخص آقای بهروز وثوقی. و خوشبختانه خب با خانم فرخنیا هم آشنا شدم و دیدم و واقعا تجربه فوق‌العاده‌ای بود در کنار ایشون. و فکر کنم به هر حال ما، به خصوص ایشون که سالهاست دیگه ایران نبودن و منم الان در واقع شرایطی ندارم که در ایران باشم و زندگی کنم، بنابراین در واقع دلیل من، یعنی دلیل بودن من در این کار این بوده، این بود که در واقع یه چیزی رو هر چی که هست، هر چقدر کوچیک بتونم هدیه بکنم یا بدم به نسل آقای وثوقی و شخص خود خود آقای وثوقی. اگه یادت بره بولوار و ترمینال، اگه وحشت بگیر قلبت از رفتن، اگه باور کنی دنیا فقط الان و این گوشه دنج اتاق من. نمایش به موضوع تبعید میپردازه. تبعید شدگانی از دو نسل، یکی جاوید با بازی بهروز وثوقی و دیگری سارا با بازی گلشیفته فراهانی که نقش خواننده موسیقی زیرزمینی رو بازی میکنه. صحبتی که از قبل راجع به این تئاتر کردیم این بود که تبعید حالا همیشه، به خصوص این طرف آب، تبعید همیشه به لحاظ سیاسی بررسی میشه، ولی تبعید در واقع یک مسئله اجتماعیه. یعنی آدم وقتی که وارد تبعید میشه دچار یک عالم معضلات اجتماعی هست که خیلی این مسائل رو یادشون میره و در واقع تو این کار بیشتر به اون معضلات اجتماعی تبعید فکر میکنم پرداخته میشه. چجوری اومدی؟ این در باز بود، یعنی من هی در زدم، هی از کسی خبری نشد، هی گفتم آقای جاوید، هی گفتم. گلشیفته فراهانی خود از جمله هنرمندانی است که پس از خروج از ایران پرکارتر از قبل به فعالیت هنری خود ادامه داده. از او پرسیدم پس از خروج از ایران برای ادامه کار هنری خود چطور خود را با شرایط و فضای جدید هماهنگ کرد؟ آیا وقفه‌ای هم در کار هنری او اتفاق افتاد؟ اینجا هم خب وقفه وجود داره. چرا؟ من اولی که از ایران اومدم بیرون، خب چرا، یه وقفه خیلی بزرگی وجود داره، چندین سال شاید طول بکشه که آدم بتونه اصلا این داستان رو بتونه هضم بکنه یه جوری. ولی فکر می‌کنم خیلی‌ها وقتی از ایران میان بیرون، فکر کنم خیلی حالت‌های مختلفیش میاد. یه سری خب خیلی دچار افسردگی میشن، یه سری کارشون رو ادامه میدن، یه سری تغییر رشته میدن. منم خب خیلی سخته، نمیخوام از سختی‌هاش بگم، ولی خب میگذره دیگه و آدم باید فقط اون جایگاه خودشو تعیین بکنه در درون خودش. که ما وقتی که از ایران میایم، به خصوص وقتی وارد تبعید میشیم، این طرف آب همه میخوان به شکلی قربانی با آدم نگاه بکنن، ولی در واقع حقیقت اینه که ما قربانی نیستیم. ما اگر فکر بکنیم که ما همه سلحشوری، ما همه داریم میجنگیم و از اون پوزیشن، از اون وضعیت قربانی آی من شهید نمایی در بیایم و بیایم به اینکه ما اینجاییم و داریم زندگی میکنیم، دنیا هم شروع میکنه یه جوری دیگه چرخیدن. فکر میکنم منم خب این دوره رو داشتم، تا 3 سال شاید خیلی زمان وحشتناکی رو گذروندم مثل خیلی های دیگه. این دوره به هر حال گذری میشه، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، تا آدم با زبان، با فرهنگ اینا جا میفته. به تمام دوستایی که الان این طرف آب در تبعید هستم، چون اینجا در کل خیلی هاشون رو دیدم و میبینم چه وضع وحشتناکی دارن، و یاد خودم میفتم که دنیا انگار که تموم میشه واقعا جلوی آدم. ولی این دوران میگذره و آدم راه خودش رو پیدا میکنه. اینجا نمیشه میگم عرض این راه خیلی کمه، آدم خیلی سختی جلو میره، ولی طولش بی نهایته.
برعکس ایران که یه ارز خیلی بزرگی هست، تو طول آدم احساس میکنه که وجود نداره. جان دلم، و آدم ادامه میده و هممون میرسیم، هممون به اونجا که میخوایم میرسیم، فقط فقط کافیه که باورش بکنیم. منو بکشین. چی؟ منو نقاشی کنین، من راست راستیمو نگاه. سوسن فرخنیا در این نمایش نقش تینا، همسر جاوید، هنرمند نقاش، با بازی بهروز وثوقی را بازی می کند که در تبعیدی ناخواسته روزگار می گذراند. سوسن فرخنیا از جمله هنرمندان تئاتر با سابقه خارج از ایران است. از او می پرسم نقشی که بازی می کند تا چه حد به زندگی هنری خود او شبیه است. به هر حال خودم رو فکر نمی کنم فقط خودم رو، ولی می تونم بگم خانومای همسن سال خودم رو که ایران رو ترک کردن، 30-40 سال بیرونن و به یک نوعی هم کریرشون هم خانوادهشون رو خارج از وطن در یک کشور غریب و مهمان بچه ها رو بزرگ کردن، خانوادهشون رو راهبری کردن و کریر و کارشون رو پیش بردن. خب به هر حال من فکر میکنم به یه هنرپیشه که خودش این رو زندگی کرده راحت تره که یک نقش این گونه رو بازی بکنه، و خب حتما از این حساب و خاطراتی که تو ذهنم ثبت شده در طی این سالها میتونم خیلی استفاده بکنم که به نحو بهتری این شخصیت رو زندهش بکنم روی صحنه. مگه نشین که میگن مادر سرطان استرسه؟ استراب. اجرای نمایش یک رویای خصوصی حدود 6 ماه پیش از لس آنجلس آمریکا آغاز شد و 22مین اجرای آن 6 مهر 1392 در شهر بن آلمان روی صحنه رفت. از گلشیفته فراهانی میپرسم در این مدت چه بازخوردهایی از تماشاگران ایرانی این نمایش دیده است. من وارد چون از وقتی از ایران اومدم 5 سال تقریبا با جامعه ایرانی در اون حد اصلا در ارتباط نیستم، و هر ایرونی هر کشوری با ایرونی کشور دیگه فرق میکنه و این خیلی جالبه. حالا ما که این طرف یعنی از ایران خارجی مینو کاملا میفهمیم، ایرونی نیویورک با ایرونی لس آنجلس با ایرونی آلمان با فرانسه با انگلیس با ایتالیا با ژاپن، اینا همه فرق میکنن با هم دیگه. تجربه برحال فوق‌العاده‌ای بود، و اینکه چه جمعیتی از این کشور ما در همه جای دنیا وجود دارند، و این برای من خیلی خوشایند بود که ببینم اینو واقعا. ولی خب خوبی ها و بدی های خودشو داره دیگه. برای من خوشحال کننده بود و این سفرهایی که کردیم و اینا خیلی خوب، تجربه خوبی بود واقعا. در قسمت‌های موزیکال این نمایش گلشیفته فراهانی چند ترانه اجرا کرد. همچنین ترانه‌های پیشتر ضبط شده با صدای گلشیفته پخش شد.